افزایش قرض دولتی تاجیکستان با سرعت تیز ادامه دارد. حکم نوبتی برای اشتراک در جنبش اسلامی. از طرف بانک ملی تاجیکستان به مبلغ 500 میلیون دلار وامبرگ دولتی در بیرژه آمریکا جایگیر کرده شده است. در این خصوص خدمات مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان خبر می‌دهد. وامبرگ دولتی به فوندهای اداره کننده 85%، به فوندهای خج 9%، به بانک ها و دیگر تشکیلات های مالیوی 6% فروخته شده است. از جهت جغرافی وامبرگ دولتی به مبلغ گذاران ایالات متحده آمریکا 38%، بریتانیا کبیر 24%، کشورهای اتحاد اروپا 35% و آسیا 3% خریداری کرده شد. باید قید نمود که در حالتی با سرعت تیز افزایش یافته استودن قرض دولتی تاجیکستان، حکومت داران تا حال با پرسیدن قرض مشغولند. امروز ها با فوند بین المللی اسعار آید برنامه نوی قرضدهی به کشور گفتگوها رفته استوده است. در این خصوص به خبرنگاران سنه 24 ایول در کنفرانس مطبوعاتی جانشین رئیس بانک ملی تاجیکستان جمال الدین نورعلیف خبر داده است. امیدواریم که تا آخر سال جاری برنامه مذکور به امضا میرسد. همین طور قرض دولتی تاجیکستان با سرعت تیز افزایش یافته استوده است. مثلا سال 2016 قرض خارجی تاجیکستان در خط خوفناک قرار داشت و 35.9% از مجموع محصولات داخلی را تشکیل میکرد. طبق استراتژی مشهور اداره کنی قرضداری در نزد اقتصادچیان غرب، حجم نامینالی قرض خارجی نباید 40% از مجموع محصولات داخلی را تشکیل کند. ساکن شمال کشور را با عیب اشتراک در جنبش اسلامی جماعت انصار الله 14 سال از آزادی محروم نمودند. در این خصوص آژانسی اطلاعاتی ازیا پلوس تکیه بر رئیس کننده دادگاه شهر خوجند موجوده شریف زاده خبر می‌دهد. طبق قرار جانبی عبدال کننده ساکن 21 ساله شهر اسفره صفران الدین شامرادوف با 5 ماده کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان عبدال دانسته شده است. با واسطه اینترنت او از صلاح الدین تعلیم دینی گرفته با طریق واتساب 3 ساکن جماعت واروخ شهر اسفره را به اعضو شوی در جماعت انصار الله دعوت نموده است تا اینکه در آینده به صف گروه های مسلح غیر قانونی شامل شده در منطقه سوریه نبرد کنند. قید نمود موجوده شریف زاده. مهلت جزا را محکوم شده در کالونی نظامش سخت ادا می نماید. یاد رس می کنیم که بافته شدن عیب ها گویا با تروریسم و اکستریمیسم اسلامی در تاجیکستان سالهای اخیر افزایش یافته استاده است. من در نظر دارم که اینها را حاضر ما آشکار کردیم و قید گذاشتیم، لیکن اصلا اگر اینها را پرکورور ولایت سوخت حبیب الله واحدوف در کنفرانس مطبوعاتی خبر داده است که در جنبست نیم ساله سال 2017 در شمال کشور 230 پرونده جنایی قید شده است که علاقه داری با این یا آن جنبش های اسلامی وابسته می باشد.